خدمتش شما بینندگان ارجمند سپاسگزاری میکنم از نظریه جناب بیژن نبیپور در مورد قطع برنامه برای بلاک کردن یکی از بینندگان. این کار حتما باید انجام بشه جناب نبیپور، ولی فرصتی هم هست که این افرادی که انتقاد کننده هستند به جریاناتی که می‌گذرد، این افرادی که انتقاد کننده حکومت حاکم بر ایران هستند و معمولا ما از خودمون سوال میکنیم که در نیم قرن گذشته، حدودا نیم قرن گذشته، چرا این حکومت به جای خودش باقی مانده و چرا مخالفین این حکومت قادر نبودند که بتوانند که این حکومت رو ساقط کنند. این افراد که طبقه روشنفکر تحصیل کرده مخالفین جمهوری اسلامی هستند، اینها پاسخ اون سوال هستند که چرا ما به گل فرو ماندیم و چرا یک حکومت ظلم و استبداد به نام حکومت دین توانسته بر مردم حکومت کند. پایه های استحکام حکومت ظلم و ستم و جور به وسیله افرادی که شما در این برنامه میبینید حمایت میشه، یعنی که موضع این هاست که مردم رو به اونها امیدوار میکنه. میگویند که در جهنم یک عقرب هایی هستند که اینها خیلی خیلی جرار هستند، به هر کی نزدیک بشن خاکستر میشه. اون وقت مردم از این عقرب ها، عقرب جرار، پناهنده میشن به مار غاشیه. اون عقرب های جرار همین افرادی هستند که تربیت خانوادگی، شخصیت پدر مادر، مکتب فکری، انگیزه های سیاسی، شعور و معرفت اجتماعی همه رو نشان میدن در اینجا. اما چیزی که بالاتر از همه این هاست نشان داده میشه که در مقابل این عقرب های جرار ما به اون مار غاشیه باید پناه ببریم، مار غاشیه‌ای که بیش از 40 سال است اون مملکت رو در استعمار خرافی و اقتصادی خودش اسیر کرده. این افراد نزد خدا، نزد بشریت، نزد عدالت مسئول دوام ظلم بر ایران هستند. این افراد نست که اجازه بدید شما که این افراد بیشتر خودشون رو نشان بدن و علت دوام حکومت ایران رو بر ایران توجیه کنند برای شما. اینها پایه های حفاظت و حراست استبداد و ظلم در ایران هستند. یعنی مردم نگاه میکنند که این کسی که در بحث های سیاسی، در بحث های اجتماعی، در بحث های اخلاقی سخن از ناموس زن و مادر افراد میکنه و این نجات دهنده آینده ایرانه و این داره یک سیستم حکومتی رو پیشنهاد میکنه برای اون مملکت که نجات ایرانیان در اوست، بگذارید این رهبران آینده ایران خودشون رو معرفی کنند. بسیار خوب. جناب نور روشن میگویند که حضور استاد گرانقدر و خانم عزیزشان و همه دوستان سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی. حتما جناب عالی، بله، برنامه رو شیر فرمودید حتما. تشکر میکنم از طارق عزیز برای مشارکتشون. ما الان ساعت 11 و
19 دقیقه رو داریم، بگید که 11:30 هست، ما تا حدود یک ساعت در ارتباط با موضوع رمضان، انفاق، صیام، تقوا، عدالت اجتماعی و رابطه اینها رو با هم میخوام از زبان شما بشنوم و بعد بحث ماه رمضان رو موقتا ببندیم و موضوع به ادامه موضوع اصلی برنامه که موضوع حقوق بشر و موضوع رابطه جنسی بین افراد به عنوان یک حق یا مسئولیت از دیدگاه قرآن بررسی بشه. این یک ساعت رو به شما اختصاص میدم و بعد بحث ماه رمضان رو موقتا میبندیم. اما اگر آموختیم که صیام با انفاق و انفاق با عدالت اجتماعی مربوط میشه، اون وقت وظیفه خودتون رو هم نسبت به این کار، فطریه هر کدامتون رو نسبت به این کار انجام بدید. ما امکان مصرف این هدیه های شما رو، فطریه های شما رو به طور کامل دارا هستیم و ما هم بنیادی که من مسئولش هستم، هم بنیادی که یما سهیم در هامبورگ آلمان مسئولیتش رو داره، بنیاد امید و بنیاد UCUR در آمریکا، ما هزینه های اوورهد نداریم، یعنی هزینه های جنبی و هزینه های سرانه ما نداریم که بقیه جاها دارن. مثلا شما اگر به رد کراس، صلیب سرخ کمک بکنید، حدود 85% از کمک شما مصرف اوورهد یا هزینه های اداری میشه. ما تمام هزینه های اداری رو خودمون میپردازیم و تمام پولی که شما میدید تبدیل میشه به مصرفی که شما تعیین میکنید. اگه برای چاه آب و اگر برای تأمین خوراک افراد محتاج هست، همون مصرف میشه و ما از جیب خودمون هزینه های جنبی رو مثل اجاره محل، پول مسافرت، حقوق کارمند، همه اینها رو ما خودمون میدیم. این پولی که شما میدید، اگر یک دلار شما کمک میکنید، یک دلار تبدیل به نان میشه، در مقابل این یتیم گذاشته میشه که مصرف کنه، کم نمیشه ازش هیچ. از این موقعیت خوب استفاده کنید و به هم نوعان خودتون کمک بکنید. ما خیلی دست گشاده ای در کشور افغانستان داریم و امکانات خوبی در اونجا برای شناخت و کمک داریم. افغانستان نه به خاطر سلیقه شخصی من، بلکه افغانستان از نظر تعداد پناهنده و آواره از سوریه جلوتر هست. به این خاطر 7 میلیون نفر از 30 میلیون نفر جمعیت افغانستان آواره خارجی یا داخلی هستند. در سال گذشته 24,000 نفر افغانی در آب دریا موقع پناهندگی خفه شدند، از بین رفتند. 24,000 نفر در طول مدت سال. این مردم احتیاج به کمک دارند و بهترین فصل کمک برای شما همین فصل خوب بیدار شدن حس مسئولیت در افراد.
شماره تلفنی که نیست به نظرم الان من نگاه میکنم شماره تلفن، یا شاید هم مثل که هستش اون قسمت بالا شماره تلفن شاید باشه، با ایمیل من میتوانید تماس بگیرید. در طول برنامه آگهی هایی که پخش میکنیم شماره تلفن توش هست و کسانی که قبلا کمک کردن راهش رو میدانند. حتی شما میتوانید که به وبسایت ucurinc.org ucurinc.org بروید و در اونجا نحوه کمک کردن رو نوشته که چطور راهش رو نشان میده، یا به peivandtv.com مراجعه بکنید و از طریق peivandtv.com اعانات خودتون، فطریه‌های خودتون رو بپردازید. ما متعهد هستیم که با امانت کامل اون چرا که برای هر مصرفی که شما تعیین میکنید به همون مصرف به کار بریم. این مدت حدود یک ساعت رو اختصاص میدیم به طرح مطالب شما در ارتباط با انفاق، فطریه، رمضان، روزداری یا صیام، انفاق و عدالت اجتماعی. و در اختیار شما هستیم. راجع به ماه رمضان چه فکر میکنید؟ اون چه که راجع به این عبادت در ذهن شما میگذره با دیگران مطرح بکنید. از این سکویی که به لطف پروردگار و حمایت شما عزیزان ده ها هزار بیننده روی هر کدام از پلتفرم هاش داره، بگذارید که دیگران هم با ذهنیت شما راجع به فلسفه عبادت صیام آشنا بشوند. جناب حق پرور میگویند که پیپال مشکلاتی داره. ما دیشب بود به وقت آمریکا، به وقت ما در اینجا، من امتحان کردم، به نظرم میاد که بی عیب باشه. حتی من یک دلار هم داخلش گذاشتم ببینم که سیستم کار میکنه یا نه. سیستم کار میکنه. حالا خارج از برنامه ممکنه که مسئول این کار با شما تماس بگیره و قدم به قدم با شما پیش بره. جناب مونا محمدی میگویند جمعی و هزینه‌های سرانه مانند دارند. مثل که از نیمه شروع شده. حدود 85% از کمک شما مصرف هزینه‌های تمام هزینه‌های اداری رو تبدیل به مصرف کنید و اگر برای تأمین خوراک افراد مسافرت موقعیت استفاده کنید خودتون این کار رو بکنید. خیلی امکانات خوبی داریم برای ساخت به افغانستان. به خاطر سلیقه شخصی من در افغانستان تعداد پناهندگان، بله این صحبت های من رو امروز نوشتن و بسیار بسیار کار خوبی انجام دادن. جناب دکتر مشکان برنامه رو میبینند و همینطور انشاءالله شیر کردن.
جناب مونا محمدی می نویسند: استاد گرامی، حال شما خوب است. شما در صحبتهای خود بسیار خوب و قشنگ تمام مسائل کوچک و بزرگ را به ما یادآوری می کنید و ما را راهنمایی کنید از این زحمتی که می کشید در آن سوی کشور به سوی دنیا. مسائل ایران را این گونه قشنگ بررسی می کنید و آن را تایید می کنید. سپاسگزارم. یکی از صحبت‌هایی که یکی از افرادی که جزو مخالفین شاید محسوب میشه و می‌نویسند که تو یک نوکر عرب هستی، عرض میکنم حضورتون که اینم زود میخوانیم و رد بشیم. فقط خواستم که در هر صورت مالکشی دین عرب را میکنید. مبارزه با ارتباط به دین نتیجهش همان است که حالا در ایران و افغانستان مستقر است. ایران و افغانستان به این خاطر به این روز افتادند که آدمهای امثال شما با تخته قرآن جلوی آموزش قرآن رو مسدود میکنند و به کلاهبرداران فرصت میدهند که جنایت های خودشون رو به نام قرآن بر مردم تحمیل و تحمیق کنند. ولی این دیگه ظرفیت شما، وقتتون تمام شده. اونها هرچی بنویسید نه من نه دیگران به شما پاسخ نخواهیم داد. جناب عفیفه می نویسند که من به سخنان جناب آقاسی آنقدر عمیقانه گوش می دهم تا حال به اندازه دانایی او اندک عالم وجود دارد. ما مسلمانان افتخار می کنیم خداوند شما را سلامت داشته باشد. جناب قدری می نویسند که سلام مجدد. هدف از این که قرآن ما را به انفاق تنبیه و تشویق می کند، منطق آن این است که انفاق انفاق و که در برابر فکر میکنم وسیله است که در برابر نفاق، حسادت، اختلاف بشر میسته. شما اگر تصور کنید که همه با انفاق آشتی هستند به این معنی که نفاقی، اختلافی، حسادتی و شری واقع نشده. قرآن این گونه دنیا را برای بشر راهنمایی می کند. تقوا بورزیم تا هدایت شویم و هدایت شویم تا انفاق کنیم. سپاسگزار هستم. بسیار خوب. میرسیم به جناب شاه محمد سمی. می نویسند که من در هر سال در روزهای 27 ماه رمضان گوسفندی خیرات می کنم. به نظرم به خاطر پروردگارم و ثوابش را به روح پدر و مادر که فوت کردن می فرستم. آیا به نظر شما از دیدگاه قرآن این کار ثوابی دارد یا نه؟ حتما پاسخ مثبت است، ولی توضیح من این است که ما وقتی که راجع به ثواب صحبت میکنیم راجع به چی صحبت میکنیم؟ مفهوم ثواب را اگر که توجه بکنیم نسبت به رفتگان و نسبت به زنده ها چه تأثیری در سرنوشت
افرادی که از این دنیا رفتن داده میشه، چه تغییری در سرنوشت آدم های زنده داده میشه. بحث خیلی طولانی خواهد بود، اما اون چه که مسلمه، عملی که شما انجام میدهید عمل انفاقه، نیتی که در سر دارید نیت دعاست، یعنی در واقع شما دعا میکنید به درگاه خدا که رحمت الهی و عنایت الهی و غفران حضرت حق بیشتر شامل همه ما بشود، هم کسانی که در این سوی هستی هستند، هم کسانی که آن سوی هستی هستند. و از این نظر کار ارزنده است و هم دعا برای غفران و رحمت اونها امر پسندیده است و هم انفاق در این سوی هستی امر پسندیده است و انشاءالله که دعاهای شما مورد قبول حضرت حق قرار بگیرد. به این کار خیر ادامه بدهید و کام یتیمان رو شیرین کنید تا خدا کام شما و کسانی رو که باعث این کارها هستن شیرین کنه. جناب یما سهیم می نویسند که ممنون از شما برادر بزرگوار از این برنامه های آموزنده قرآنی، خداوند منان به شما اجر دارین نصیب بگرداند. من متاسفانه باید برنامه های شما را قطع کنم و برای ادای نماز جمعه بروم. نمیدانم تکرار این برنامه در کدام سایت تعقیب نمایم. اگر مرا راهنمایی کنید ممنون شما میشوم. موفق و مؤید باشید. این برنامه تا ساعت دیگر که به پایان میرسه روی همین فیسبوک ضبط میشه و مجدداً برای همیشه اونجا هست هر وقت شما مراجعه بکنید. ولی اگر دنباله برنامه زنده رو میخواید نگاه بکنید به همین فیسبوک مراجعه کنید، به یوتیوب مراجعه کنید، به جادو، جی ال ویز، آی باکس، لایو استریم، راکو، آی کلاود، تی وی باکس، خیلی هستن دیگه، هر کدومشون که هر کدام از این جواهری که دارید ما اونجا هستیم. جناب بهناز استاد سلامت زنده باشید. سهیم بهناز میگوید که سلام استاد زنده باشید، فرمودید که با مشقت روزه حرام است. من هم روزه برایم واقعا مشقت است، چون همیشه گرسنه هستم و وقتی گرسنه میمانم روحیه بسیار بدی دارم و خلق اطرافیانم را هم تلخ میکنم. آیا برای این مورد روزه حرام است؟ شاید که، البته همینطور است که میفرمایید، ولی من فکر میکنم که یک کمی مشقت بیشتر از اون است که شما، اگه فقط گرسنگی است خب گرسنگی رو باید تحمل کرد، اما اگر صدمه ای به شما وارد میشه و مشقت دیگه، مشقت رو خودتون باید معنی بکنید، اما اگر مشقت به شما هست یا روزه رو به تأخیر بیندازید که وقتی دیگری بگیرید، یا اینکه برای جبران روزه نگرفتن مقداری به فقرا کمک کنید. جناب فوزیه نوری، من شوهرم نسبت به من و 5 طفل نانآور دیگری نداریم، خودم کار میکنم، من میتوانم که زکات به دیگران بدهم. شما خودتون
قاضی قرار دارین، در سمت قاضی هستین نسبت به زندگیتون، و از نظر زندگی مالی هم نباید شما به مشقت بیفتید. تا حدی زکات بدهید و کمک بکنید و انفاق بکنید که خود شما و فرزندان شما دچار مشقت نشن و حدش به همونجا تمام میشه. جناب نبی پور می نویسند در هیچ آیه ای نیامده است که در هیچ آیه ای نیامده است که روزه بر شما واجب شده است، بلکه فرموده شده روزه بر شما مقرر گردیده. اگر واجب می بود حتما می باید همه بدون هیچ قید و شرطی روزه می گرفتیم. لطفاً نظر خود رو بفرمایید. بزرگوار با سپاس. مقرر شده یعنی که برای شما معین شده. قرآن کمتر از لغت واجب اساساً در قرآن ما می بینیم استفاده کرده. دستوراتی که خدا میده، هر دستوری که خدا میده از نظر مؤمن دستور وجوب هست، اما واجب با مطلق تفاوت میکنه. ممکن است یک مطلبی واجب باشد و لزوماً مطلق نباشد. تمام اموری که در دنیا نسبت به افراد حکم واجب دارد، به قول علما واجب کفایی است، یعنی که وجوبش مشروط و موکول به تطبیق با یک شرایطی است. یعنی در واقع نوعی وجوب مقید است و مشروط و مطلق نیست. واجب هست ولی مطلق نیست، مقرر شده، یعنی که قرار و قانون و ضابطه براش معین شده که آیا اصل صیام یک فرض است، یک واجب است؟ قطعا واجب است. اما آیا این واجب مطلق است یا مقید است، مشروط است؟ طبعا مشروط است و شروطش رو ذکر میکنه و مهمترینش این است که مشقت ایجاد نکنه و بعد هدفش رو معین میکنه که برای چی اصلا روزه میگیرید. برای اینکه متقی بشید. چه وقت روزه نباید بگیرید؟ وقتی که روزه برای شما ایجاد مشقت میکند و با صیانت ذات شما در تباین قرار میگیره. ولی تصور میکنم که حکم وجوب داره قرآن. به نظرم اینطور میاد. جناب رازی، جناب رازی جلال میگوید که این یکی از نمونه های تمدن و تکامل بشر هست. به شما هم انسانیت یاد میده، هم ادب یاد میده، هم دموکراسی یاد میده، هم حرمت آزادی بیان رو یاد میده، هم حرمت شنونده رو یاد میده و هم جزء مبارزین و برقرار کنندگان حکومت دموکراسی در آینده ایران هستند. متن این بزرگوار رو میخوانم. اینها کسانی هستند که
اگر خامنه ای کنار بره، معبودهای بت‌های این آدم‌ها میان سر کار، و این افراد کسانی هستند که دانسته یا ندانسته حکومت‌های فاشیستی امثال حکومت ایران رو برقرار نگه داشتند و مردم به خاطر اینکه به دامان اینها نیفتند در دامان فاشیسم احساس امنیت می‌کنند و از این عقرب‌های جرار مثل آقای رازی پناه میبرن به مار غاشیه که حکومت ایران باشه. یعنی در پناه اون مار غاشیه احساس امنیت میکنن، در فرار و پرهیز و دوری از این عقرب‌های جرار. و اینها دانسته یا ندانسته، من تصور میکنم شاید هم دانسته باشه که اینها برای حفظ حکومت فعلی ایران این ماهیت رو نشان میدهند که مردم از اینها فرار کنند و حکومت حاکم بر ایران رو محافظت بکنند. به نوعی اینها در خدمت حکومت ایران هستند. به این مظهر تمدن و ادب توجه کنید. بهتر بروید بمیرید مردک، شما از مسخره ترین دینداران هستی. کمی هم باید خجالت بکشی از خودت، در یوزی میکنی مردک. شما چه دلیل و منطقی در این سخنان فهمیدید؟ این نمونه کسانی است که در جامعه امروز از اونها به نام سلطنت طلب نام برده میشود و اینها افتخار ایران هستند و اینها زنده کننده تاریخ 2500 ساله کوروش کبیر هستند، فرزندان کوروش هستند. بسیار خوب. جناب میر انصاری هم مدتی با ما هستند و در خدمتشون هستیم و خوشحال هستیم از اینکه ایشان رو داریم با خودمون. جناب سعید می نویسند که این روان پریش شیاد و استاد آن رسیدیم رد شد رفت بالا، خب دو مرتبه گرفتمش. می نویسند که این نه الان یه جای دیگه اومدن، اسلام آدم کشت مردود و رو به زوال است. خب این خبرها رو آدم داشته باشه خوبه. میخوام قهرمانهای آینده آزادی رو به شما معرفی کنم، فرزندان کوروش کبیر رو که احیای ایران در کف با قدرت اینهاست از نظر اخلاق، ادب، عدالت، همه چیز. 3AXAP می نویسند که چون دیدگاه من در زندگی متفاوت از برداشت دین عربی شماست. بسیار. جناب بصیر عطایی می نویسند که جناب ظاهر اگر که این برنامه رو خوش نداری لطفاً مزاحمت نکنید، بروید پگان برنامه‌ای که به میل شما باشد تماشا کنید. جناب سعید می نویسند که این روان پریش شیاد و استاد بازی با لغت هاست که در قلب آدم های احمق می نشیند. برنامه دیروز 85,000 بیننده روی فیسبوک فقط داشت. از این 85,000 نفر 3 نفر با مخالفت و فحاشی در برنامه ظاهر شدند. از 85,000 نفر ما 10 پلتفرم داریم که مجموع بیننده هایی که روی فیسبوک هستند 5% هستند.
میخوام عرض بکنم یک چیزی حدود 2 میلیون نفر آدم برنامه رو نگاه میکردن دیروز، و این فرزند کوروش و سلطنت طلب ما که به ارزش‌های ایرانی و انسانی پابند هستند، همه این 2 میلیون نفر رو یک جا احمق نام می‌نهند. نگاه کنید مطلبشون رو. این روان پریش شیاد و استاد بازی با لغت هاست. این روان پریش، آهان اینطور باید بخونیم، این روان پریش یعنی دیوانه، یعنی من. شیاد هم شیاده و هم استاد بازی با لغات. و عرض میکنم حضورتون که در قلب آدم های احمق می نشیند. یعنی همه این آدم هایی که سخن من در قلبشون می نشیند احمق هستند، فقط ایشان هستند که احمق نیستند. می دونید علت این که من این وقت گرانبها رو استفاده می کنم و مطالب این افراد رو برای شما بازخوانی می کنم این است که فکر بکنید که چرا ما به این روز افتادیم، کی ما رو واقعا به این روز انداخته، و الان چه کسانی با این منطق حافظ حکومت ظلم و جور در ایران هستند. فقط توجه شما رو میخوام جلب کنم به این واقعیات. جناب وفا شرکت دارند. اجازه بفرمایید که یک بار دیگر از همه دوستان بخواهم که اگر دوست هستید شیر کنید، اگر دوست نیستید به عنوان یک پایگاهی که بتوانید در اینجا بیایید و هر فحش و ناسزایی که میخواهید به من بدهید و هر استدلالی که دارید اینها رو بیان بکنید. پس همه شما شیر بکنید این برنامه رو و بگذارید که تعداد بیشتری برنامه رو ببینند. جناب احدزاده، که من فکر میکنم که ما همه باید ادب رو از او یاد بگیریم و متانت رو، هم ادب رو و هم متانت رو. میگوید نازنین شما رو به خدا نگاه بکنید، ادبیات این آدم مسلمانه، این عربه، این پیرو عربه، این همه اون عیبهایی رو، توهینهایی که کردن این آدم داره، این آدم عرب زده. حتما وقتی که من شیادم اونم شیاده دیگه. این آدم عرب زده شیاد بد روان پریش به نام آقای احدزاده این بیانیست که میکنه، اون فحش میده به من و این شخص و همون حرفایی رو میزنه، همه بیننده ها رو احمق صدا میکنه، من جمله احدزاده رو. در پاسخ اون حرف ها این آدمی که عرب زده هست به اون آدمی که عجم زده هست، به این آدمی که پیرو عربه، به اون آدمی که پیرو شاه و کوروشه، ببینید که ادبیاتی که این دوتا به کار میبرن، حرفهای زشتی رو که اون بیان میکنه نسبت به ناموس خواهر و مادر مردم، در پاسخ اون ببینیم که این آدم عرب زده مورد انتقاد اون شخص چه میگوید. احدزاده اینطور میگوید نازنین، به اون آدمی که فحش و ناسزا به این شخص و معلم این شخص میزنه، عنوان کلامش، سرآغاز نسخه، سرنسخه نامه این مرد به اون شخص این است که نازنین، 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 گوش کنید، درس را بعد اعلان تهمت کنید. شما میخواهید که جزء کدام کلاس باشید؟
حالا تیتر و عنوان رو بردارید، شما میخواید با کدام یکی از اینها معاشر و مونس باشید، معانس باشید؟ بعد در پاسخ ایشان میگوید که عجب جهان فهم یا به گوی چه اندیشی هست، یک حرفی زدن دیگه، پاسخشون رو دادن که نازنین برنامه رو گوش بده و بعد برکاریم. جناب سلطانی می نویسند که چنانچه ما همه می دانیم هدف دین رسیدن به عدالت اجتماعی از طریق زیربنای توحید است. به این اساس رمضان نیز وسیله است نزدیک شدن به تقوا، به هدف رسیدن به همان مقام عدالت اجتماعی. اگر فلسفه رمضان این باشد تا ما با گرفتن روزه از احوال آدمهای محتاج با خبر شده و به آنها کمک کنیم، پس در مدت 11 ماه دنباله‌ای که روزه نداریم فارغ از این امر هستیم. به نظر من این ما تعهد دوباره ما در امر اجرای انفاق است، مانند ادای نماز پنجگانه که در وقت نماز تجدید تعهد به عهد می کنیم. در نتیجه در ماه رمضان یک ماه نبوده بلکه عبادت دائمی است، نه یک ماه که اگر یک ماه باشد پس خدا چگونه 11 ماه به فقرا انفاق کنیم. مطلب بسیار مهمی رو آقای سلطانی بیان می کنند که روزه اولا خودش یک روزه واحدی است که یک ماه طول می کشه، ولی این عبادت به خاطر یادآوری است از یک وظیفه مادام العمر، به عبارت دیگه فطریه دادن و انفاق کردن و کمک به دیگران و تأمین غذای گرسنگان برای رسیدن به عدالت اجتماعی از طریق تقوا و انفاق، امری نیست که محدود و مشمول انحصاری ماه رمضان باشد، بلکه ماه رمضان در واقع گوشزد و یادآوری است بر وظیفه سالیانه و دائمی ما. مطلب جدید و مطلب بسیار آموزنده است. چون به اندازه کافی کسانی که بهشون آزادی داده شده حرفای زشت میزنن و اینها دیگه تکرار نمی کنیم. جناب احدزاده پدر می نویسن اینجا جای جهان فهم است، لطفاً در جنگ در جنگل پنهان نشوید، با یک نام صدره بر سر با یک نام صدره بر سر بگذارید و درست صحبت بکنید و درود به شما میفرستم. در پاسخ این سوال احدزاده جوابی که میدهد اون شخص جوابی است که با توهین و ناسزا همراه است. با یک نام صدره بر سر بگذارید، می نویسند که احمق، این دوست سلطنت طلب ما فرزند کوروش می نویسند که احمق، من دری می نویسم و نوکر عرب نیستم.
در پاسخ اون بیان احدزاده این فرمایش این معلم اخلاق هست که به ما میدن. بسیار خوب. جناب پروین عزیز، اینقدر که زبان فارسی را بلدی اول اسمت را به زبان روسی نوشته نکن آقای زخار هرچی. و جناب چارلی می نویسد درود سلام بر یکایک و استاد عزیز آنقدر و عزیز القدر مزدنظرم همکاران محترمشان و بینندگان محترم، انشاءالله که همه از خوف و خطر در امان باشید. استاد عزیز محترم، خواهش میکنم اگر بگان بی خبر از کلام حق کم است که می نویسد نخوانید بهتر است، و بگذارید که بیننده این برنامه پر نور باشند تا خداوند رحمان هدایت نیکی نصیبشان گرداند انشاءالله. همین کار رو میکنیم و ما وامی گذاریم که مطلب خودشون رو بنویسن. جناب هوشمند تشریف دارند و با ما هستند. امیدوارم که سلامت باشید. قربان. جناب بسیار میفرد آقای برکی پیشنهاد کردن که ما از قسمت پایین این نامه ها رو شروع کنیم. جناب رؤوفی عزیز شیر کردن برنامه رو. جناب صابری، منصور صابری می نویسند که من قدری دیر رسیدم استاد عزیز، موضوع برنامه چیز، مطلب رو بخوانید، مطلب قبلی و بعدی رو دستگیرتون خواهد شد. ما چند معلم اخلاق جدید در برنامه داریم که فرزندان کوروش کبیر هستند، از سلطنت طلب های این برزوبوم هستند و قرار هست که انقلاب در انقلاب بکنن و حکومت اسلامی آقای جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن و حکومت مدرن دموکراسی شاهنشاهی رو به ایران هدیه بکنن. افراد اون کابینه در این برنامه شرکت دارن و گلفشانی میکنن. گفتن آقای چارلی که نخوان دیگه، وقت برنامه ما رو نگیر، امرشون رو اطاعت میکنم. بسیار خوب. جناب لیلا منصوری، جناب محترم، ما در اینجا میخواهیم به کتابی که ایمان داریم در بارش دقیق تر بیاموزیم. هیچ کس در اینجا از عربها دفاع نمی کند. از طرز تفکر و تبعیض نژادیتان معلوم است که در بحث کردن درباره زندگی شاید بسیار از شما آموخت. حتما احترام به عقاید دیگران و آزادی بیان را خوب مراعات میکنید. موفق باشید. با احترام. من به شما افراد احترام میگذارم به خاطر این تربیت قرآنی که دارید و ادبیاتی که در گفت شنود به کار میبرید. جناب علیزاده با بیان لطیف همیشگی خودشون می نویسند که دوست محترم، با عرض احترام به شما گرامی، لطفاً جهت شناخت اعتقادات استاد گرامی دکتر آقاسی به برنامه های قبل ایشان که در یوتیوب و فیسبوک هست مراجعه فرمایید. با سپاسگزاری از شما.
خالد بابک برنامه رو شیر کردن. جناب فضیلت به برنامه تشریف آوردند و به همه شما عزیزان سلام میکنند. بسیار خوب. حالا آقای میرانصاری میگویند که حالا من وقت نماز هست برمیگردم، بعد از نماز تکرار اون رو میبینم. نمیدانم که آنهایی که برنامه را خوش ندارند چرا وقت خود رو ضایع میکنند. بهتر است که در خدمت فقرا قرار گیرند. و منطقا سوال میکنند آقای میرانصاری که خب وقتی که برنامه مورد علاقه شما نیست چرا برنامه رو نگاه میکنید؟ جناب رؤوفی می نویسند که ما و شما مسلمانان قرآنی که به دادگاه خداوند ایمان داریم می دانیم هر کسی زشت بگوید و زشتکار باشد مورد نفرین خدا قرار می گیرد. آنهایی که زشتگو و زشتکار هستند کسانی هستند که خدا آنها را گمراه کرده است و شاید در همین گمراهی بمیرند. جناب ذبیح الله ذبیح میگویند که افسوس به شما که در این سن باز هم از دشمنی با خدا دست بر نداشتید. حیف همین وقت و منابع که شما صرف همچو یاوه سرایی و انسان فریبی میکنید. شناخت خدا و دین و قرآن میشه از خود قرآن آموخت نه از شما. کسانی که همدست ابلیس علیه لعنه شده اید، الحمدلله در عظمت و پایداری این دین بزرگ و یگانه اسلام چیزی کم نمی شود. ولی افسوس به حال شما و علاقمندانتان که وقت خود را حیف همچو برنامه خصمانه می کنند. عاقبت خیش را در مؤاخذه خداوند قرار می دهد. نظری بود از یکی از بینندگانی که ظاهراً عقیده اسلامی دارند و فکر می کنند که عقیده اسلامی دارند. این نحوه گفتار و سخن ایشان بود که شنیدید. ما شاید که برای تشریح این جناب ذبیح الله این فرصتی رو که داشتند، من فکر میکنم به جای لعنت نامه به این اون فرستادن، اگر برداشتشون رو که برداشت بهشتی هست در مقابل برداشت جهنمی ما یا دیگران اظهار میکردن که ایشان چه پیامی دارند برای ماه مبارک رمضان و به نظرشون میرسه که ما در ماه رمضان چه باید بکنیم که بیشتر مورد رضای حضرت حق قرار بگیرد، اون رو اگر بیان میکردند به نظر من بهتر بود. الان هم فرصت هست، هنوز بنویسید آقای ذبیح الله که چه پیامی دارید برای اینکه ما از شما بیاموزیم و به جای اینکه ملعون بشویم و مأخوذ تنبیه خدا مورد رضای خدا قرار بگیریم، چه بکنیم در ماه رمضان که مورد قبول حضرت حق و همینطور مورد دعای شما قرار بگیریم. بگویید مردم بشنوند و بیاموزند و از این فرصت و بیش از 1,000,000 بیننده استفاده کنید، پیام ماه مبارک رمضان رو به گوش همه اینها برسانید و از این فرصت طلایی برای آموزش قرآن شما که قرآنی هستید استفاده کنید و ما مسئول هستیم که پخش کنیم اونچرا که شما بیان میکنید. جناب فنادی می‌نویسند دوست عزیز، ما همه مطالعه نمودیم،
شما کمی دقیق تر قرآن را بخوانید و بیاموزید، ورنه برنامه های استاد عزیز را در یوتیوب تماشا نمایید تا کمی بیاموزید. لطفاً قرآن را بیاموزید تا هدایت شوید، ورنه همینطور پر از عقده باقی خواهید ماند. و در اینجا ما تصور میکنم که دقایق کوتاه دیگری رو تنفس بگیریم و بحث قرآنی خودمون رو با آیات قرآن مطرح بکنیم. تا اینجا از حضور همه شما بینندگان ارجمند سپاسگزاری میکنم. بسیار مهم است که شما عزیزان در این برنامه شرکت میکنید و نظرتون رو هر چه هست، حتی حرفایی که شنیدید بیان میکنید. اما چقدر خوب میبود اگر ما از این فرصتهایی که خیلی نادر هست، این فرصتها، هیچ شبکه این کار رو نمیکنه، ای کاش که ما از این فرصت ها استفاده می کردیم و دلایل خودمون را عرضه می کردیم. مثلا اگر کسی اشتباه می کنه بگویند به موجب این حرف هایی که تو زدی عرب پرور هستی، یا به موجب این حرف هایی که از زدی شیاد هستی. و بعد مثل این دوست ما که نوشته بودن مؤاخذه می شید و اینها، بگویند که کجای این صحبت هایی که کردی اشتباهی که اون شخص بیاموزه، یا تهدید یا نفرین یا توهین. این مجموعه صحبت هایی است که مخالفین میکنن، یا تهدید میکنن یا توهین میکنن یا نفرین میکنن. هر چی که من میخوانم یک چیزی بیاموزم که آقا شما در اینجا این آیه رو اشتباه خواندی، شما این برداشتت در مورد ماه رمضان اشتباهه، آخه یک چیزی بیاموزید به من و به دیگران، غیر از اینکه مردم فحش میدید و تحقیر میکنید و تهدید میکنید و اینها، یک چیزی بیاموزید. خب ما اگر اشتباه کردیم، اول اشتباه ما رو به ما بگویید که ما چی اشتباه کردیم، کدام حرف رو خلاف زدیم. شما اصلا برنامه رو گوش نمیدید که نگاه بکنید چه چیزی بفهمید. شما نفهمیدید که این برنامه کارش تبلیغ اسلام نیست. اسلام میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه، اسلام همین است که هست. هزار بار تا به حال گفته شده که این برنامه کارش تشریح آیات قرآنه، تعلیم آیات قرآنه، که شما و مردم دنیا با مفاهیم قرآنی آشنا بشید، یا قبول کنید یا رد کنید. شما در این مورد اگر اشکال میبینید، من عرب زده هستم به شما چه مربوطه؟ من خائن هستم به شما چه مربوطه؟ من شیاط هستم به شما چه مربوطه؟ من اون چرا که از قرآن میخوانم، اگر اشتباه هست بگید آقا این رو اشتباه خواندی. معنی ضربه، ضربه نیست. ایراد کار من رو بگیرید، نه اینکه در سیاست کار دخالت بکنید که شما نباید اصلا این کار رو بکنید. اون به شما ارتباطی نداره. اگه در کاری که دارم میکنم شما اشتباه میبینید، اون اشتباه رو تذکر بدید که اقلن یک سازندگی در کار شما باشه، که مردمی که این برنامه رو میبینن وقت گذاشتن. میدونید چقدر هزینه مصرف میشه که این صدا به گوش شما میرسه، این نوشته ها رو شما تو فیسبوک میبینید. خب در مقابل این کار سعی کنید که یک محصولی ایجاد کنید. یعنی شما به 1,000,000 آدم بگید این آقای آقاسی دزد و کلاهبردار شیاده، خب مردم هم میشنون. این حرف چیز جدیدی به اینها یاد نمیده، عقیده یک آدم رو نشان میده، عقیده ای که اصلا سند همراهش نیست. این که فرصت داده میشه به شما، شما نه به خاطر این است که منو معرفی بکنید که به مردم دلایل شیادی من رو بیان بکنید. قصد من تقاضای از شماست که شما مطالب رو مستند بیان بکنید که مردم اقلن از این گفت و شنود چیزی یاد بگیرن. ما
مثلا بگید که سوره فاتحه سوره اول قرآن نیست، این آقا دروغ میگه، سوره پنجم قرآن. مردم میفهمن که من یا بی اطلاعم یا دروغگو، تمام میشه. یک اطلاعی هم به مردم داده باشید. اینکه شما فقط توهین میکنید و تحقیر میکنید و دشمنی میکنید، به گمان من خبرهای بدی میده که وقتی نسل نو و نسل تحصیل کرده و مترقی ما این گونه صحبت میکند، این گونه استدلال میکند، خیلی خیلی جای تأسف که از این موقعیت ها استفاده نمی کنید. لیلا منصوری می نویسد که کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند. بصیر عطایی تنها و تنها از قرآن پیروی کنید. جناب احمد ایام فکر میکنم می نویسن: جناب عالی، من از شما یک سوال دارم. بعد از پیامبر گرامی در جهان امروز، از امروزی جهان اسلام امروزی کسی است که وی از وی پیروی کنیم؟ شما در زمان پیامبر هم اجازه پیروی از شخص پیامبر رو نداشتید. شما در زمان پیامبر هم فقط اجازه داشتید و دستور داشتید که از کلام وحیانی پیامبر، یا به بیان قرآن از کلام رسول که کلام وحیانی محمد است، اطاعت بکنید. در اون وقت هم ما از محمد نمی بایستی اطاعت می کردیم، و هر که مستقیما از شخص محمد چه در حیات و چه در ممات او پیروی کند و اطاعت کند مشرک و فاسق است. به خاطر اینکه شما در سوره فاتحه متعهد هستید که چنین نکنید. ایاک نعبدو، فقط از تو اطاعت و تنها به تو عبادت میکنم. محمد خدا نیست و از محمد نمیتوان اطاعت کرد. اطاعت از رسول باید کرد، که اطاعت از رسول، اطاعت از رسالت رسول، و رسالت رسول کلام خداست در رسالت او. و لیلا منصوری محترم محمد صلی الله هم فقط از قرآن پیروی کرده بود، و شما از همون چیزی پیروی میکنید که رسول اکرم پیروی میکرد. اتاق فرمان، دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید. در بازگشت قطعا وارد یک لحظه اجازه بدید، یک لحظه اتاق فرمان اگر ممکنه یک لحظه اجازه بدید این مطلب آقای حامد رو هم بخوانیم، بعد به تنفس بریم که در برگشت این بخش از نامه ها رو دیگه قرائت نخواهیم کرد. حامد می نویسد که آقای محترم، اگر شما دوست ندارید گوش ندهید به برنامه های ما که همیشه از این برنامه ها فیض می بریم. اگر گوش کنید از عقلتان کار بگیرید شما هم فیض می برید. دیگر خود دانید، ولی توهین نکنید. مطلب بسیار جالبی از شعر بسیار جالبی از آقای حضرت داریم در اینجا که در تنفس به اون نگاه بکنید. برمیگردیم و مستقیم به تلاوت آیات قرآن در ارتباط با موضوع رابطه جنسی غیر مجاز از دیدگاه قرآن سخن میگوییم. با ما باشید، باز میگردیم با شما خواهیم.